مطلب دیگری که خیلی خیلی اهمیت دارد این است که از 4-5 سال پیش که موضوع اتمی شدن آخوندها به میان افتاد، بنده بارها خدمت شما عرض کردم، حالا دیشب آقای کریمی این مطلب رو یادآوری کردن که شما آقا بارها گفتید اگر این رژیم 5 اولویت داشته باشد، هر 5 اولویت اینها ساختن سلاح اتمی است، به دلیل اینکه اینها میخواهند مقتدر باشند و بتوانند اونچه در پس ذهن دارند رو تحمیل بکنند به کل منطقه. اینها سرداران اسلام هستند. اسلام با اقتدار و شمشیر و تهدید و ارعاب بود که نفوذ پیدا کرد، اگر در همون مدینه موندن در مدینه گم شده بود. تا زمانی که حضرت ختمی مرتبت در مکه این آیات بسیار بسیار فصیح قرآنی رو می آوردن و مردم رو دعوت به اسلام می کردن و شمشیر در کار نبود و تجاوز در کار نبود و غنیمت در کار نبود، کسی مسلمان نشد. 70 نفر 13 سال 70 نفر، حالا حد بالا رو بنده میگیرم، 60 نفرم گزارش شد. اما زمانی که تشریف بردن مکه و عرض کنم که آیه های صلح و دوستی و اینها رو فرو گذاشتن و به قول طبری آیه های صبر و احتمال فرو گذاشت و آیاتی در ارتباط با حمله و زدن سر گردنه و گرفتن اموال و آزاد کردن غنیمت، حلال شمردن غنیمت و اینا شد که هرچی دوز در اطراف بود آمدن جمع شدن یه جا. اشان لا اله الا الله محمد رسول الله السلام، مایه نمیخواست. بعد شریک میشدیم در غنیمت، چیزی از این بهتر؟ چرا دزدی انفرادی بکنیم؟ و جمع میشیم همه با هم حمله میکنیم، میگیریم این کاروان قریش رو میگیریم بساطش اینجا. و بعد در فاصله 10-12 سال بیشتر از 70 جنگ خونین کردن اینها با مردمان دیگر. صورتش میگرفت خدمت. اینها همون ذهنیت هست، معتقد به صلح و برابری و دوستی نیستن، معتقد به برابری انسان ها که اینها نیستن. قطعا یک آخوند شیعه بر این است که یک آمریکایی کافر است و نجس است، عرق تنش هم نجس است، ناخنش هم نجس است. قطعا بر این هستن که یهودی نجس است، باهایی که اصلا صحبتش نکنید. قطعا در پس ذهن آخوند برابری زن و مرد وجود نداره. بنابراین پیش برد مقاصد این چنین هولناک و تیر روان نیازمند قدرت است که ما بتوانیم از یک سو سلاح‌های اتمی داشته باشیم، خود رو بیمه کنیم، از سوی دیگر بتوانیم این دست‌های خود رو، دست‌های قدرت و تجاوز خود رو در کشورهای منطقه دراز بکنیم و مقاصد ایدئولوژیک خود رو برآورده بکنیم. یکی از دلایلش بوده. دلیل دوم اون که هیچ کشور خارجی جرأت نمی‌کنه نزدیک ما بیاد، ما بلایی به روز این مردم بیاوریم که فراموش کنن که کی هستن و کجا هستن. اینا بردگان هستن، موالی هستن این مردم ایران. جرأت بکنن علی حرف حرف کنم حضرت رهبر تظاهرات بکنن، آخوند بمب اتمی دستش باشه، این کارا می‌بنده به مسلسل. حکم باقی همین هست. این ته ذهن آخوند از خدمت شما عرض میکنم. فکر میکنم شما با هم موافق هست. اینها نه رحم نشون دادن، نه شفقت نشون دادن، نه موضوع مربوط به منافع ملی از اینها ما دیدیم، نه انسانیت از اینها دیدیم، نه اخلاق سیاسی از اینها دیدیم. و جنایتی در کتاب نیست که اینها نکرد. اگر هست بفرمایید ما ببینیم چه جنایتی در کتاب هست که اینها نکردن. از تجاوز به اطفال، کشتن زن آبستن، کشتن پیرمردانی که دچار فراموشی بودن، اعدام کسانی که با پای شکسته در بیمارستان بودن، یعنی هیچ جنایتی در کتاب نیست که نکرده باشن. بعد روبرو میشوید با عرض کنم که عکس‌العمل بین المللی به شما چه ربطی دارد؟ دشمن میخواهد نفوذ کند عزیزان من. پس بمب اتمی برای اینها عرض کنم که از حج اکبر واجبتر هست. تمام سخنانی که میگوین مهمل است. معترض عرض میکنم، یک مقاله هم بنده نوشتم در 5-6 سال پیش گذاشتیم در این سایت، فکر کنم هنوزم باید باشد که اشتباه نشود. تنها کشور
چند هزاری در این منطقه ایران است، مهمترین کشور در منطقه ایران است. ایرانیان بیشترین تجاوزات رو متحمل شدن، از سوی اسکندر، از سوی همین دزدان مدینه، از سوی نمیدونم واسه مرکزی ها. کشوری رو ماش نمیشناسیم که تا این میزان مرزهاش مورد تجاوز قرار گرفته باشه و قتل عام و نمیدونم سرقت و قارت و اینها شده باشه. بنابراین در مجلس ملی اگر یک سیستم دموکراتیک باشد، ایرانی حق دارد، دولت ایران یعنی ملت ایران، چنان که تشخیص بدهد، بمب اتمی هم داشته باشد، موشکای دوربرد هم داشته باشد، هر نوع سلاحی برای دفاع خودش داشته باشد، اما نه اینها. دنیا شانس بزرگی داشت که هیتلر به این اندیشه، یعنی ماجرا تعقیب نکرد. دنیا شانس بزرگی داشت که هیتلر یک سال جنگ رو دیرتر آغاز نکرد، به جهت اینکه اگر این مرد یک سال صبر کرده بود، نه تنها تعداد زیردریایی هاش به همون مقداری میرسید که اون عرض کنم که ادمیرال دونیتس لازم داشت برای گرفتن دنیا، که موشک های بالستیک رو ساخته بود، بمب های اتمی رو هم ساخته بود. تصور بفرمایید موشک بالستیک، بمب های اتمی در دست هیتلر، رودولف هس و آدم های مثل نمیدونم آیشمن و غیره و اینا، و اون ذهنی هم اینا از اونا بدتر هستن، این آخوندها از اونا بدتر هستن. این تشخیص بنده است، شما میتونید موافق باشید یا مخالف باشید. بنابراین عرض کردم خدمت شما که اگر پنج اولویت داشته باشد آخوند، هر پنجتا ساختن بمب اتمی است. دستیابی پیدا کنیم حاج مصطفی، دیگه کارمان صحیح و درست است. ما هم مشروعیت بین المللی و افتخار بین الملل کسب کردیم، هم تو سر این ملت میزنیم برای این آقا مجتبی و بندگان آقا مجتبی هم حکومت درست کرده ایم. میخوریم. این اروپایی های ساده دل و این آمریکایی های ساده دل پنج سال است نشستن و هی قطعنامه صادر میکنن. اینا قطعنامه صادر میکنن، اونا بر تعداد سنتریفوژا اضافه میکنن. چند تا قطعنامه آقا لازم داره یکی امری؟ اگر میفرمایید این امر بسیار 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 وحشتناک است که آخوند اتمی بشه و در این منطقه، و به قول آقای اوباما میگوید یه گیم چنجر هست این داستان، یعنی موازنه سیاسی رو به هم میزند، پس این همه قطعنامه برای چی هست؟ من نمیدونم، مگه یک قطعنامه، یک قطعنامه باید کافی باشه؟ این درست مثل این هست که یک عده نشستن خوش و خندان در یک اتاق نشستن قهوه میخورن و شیرینی میل میکنن و قهقه میخندن و اینها، یک چاقوکشی هم سر خیابون داره شکم مردم پاره میکنه، این سرش از کوچه از پنجره میکنه بیرون، یکی از اینا میگه آقا کار خوبی نیست، باور بفرمایید این شکم پاره کردن کار خیلی بد نیست، نکنید آقا، ما به شما پول میدیم. آخوند احتیاج به این حرفا نداره، اینسنتیو لازم نداره. بشک نفت نمیدونم به 50 دلار که تا 100 دلار هم فروخته، نمیدونم روزی 3 4 میلیونش میفروشد و به جیب میگذارد، همه هست و نیست و مملکت در دست آخوند است. شما مثلا میخواید با چند میلیون دلار بشود اینسنتیو آخوند از شما قبول بکنه؟ حالا اینسنتیو رو پذیرفتی؟ دوباره آقای اوباما دیروز، اوباما خطش رو تغییر داده، درود بر این مرد، یعنی سرانجام وقتی که ایشون آمده است سیاستش این بود است که با اینا صحبت بکنه، اینها رو وارد عرض کنم قضایای دیپلماتیک بکنن. دوباره گفتن تا سپتامبر بیشتر وقت نداری اینا. آقا پنج سال از زمانی که اون جکسترای بدبخت بیچاره اونقدر رفت تهران با اینا صحبت بکند و آمد که همه شلواراش پاره شد تو این هواپیما با اینا مذاکره بکنن، هیچ به دست نیامد. اون آقای سولانو هر سبت که اون رئیس سابق آلمان، اینها 5-6 سال است که اینها وارد این تشکیلات مذاکره شدن که آخوند غنی‌سازی رو عرض کنم که متوقف بکنند، چنین اتفاقی نخواهد افتاد. آخوند تا حس اضطرار نکند که رژیمش در خطره و سقوطش حتمی هست با اون نمیشه مذاکره کرد، یعنی کاملا پشت به دیوار سررزه روی سینهش، اون موقع است که آخوند با آخوند میشه مذاکره کرد. تا زمانی که آخوند نشسته اونجا ایرانی ها رو میکشه و میزنه و زندان میکنه، پول نفت رو به جیب میزنه،
تروریست های کل منطقه رو در دست داره، دارد در آمریکای جنوبی تشکیلات ترور فهم میکنه. اینها آخوند با مذاکره کنه با شما که چی؟